دیگر زندگی را مثل سابق نمی بینید. ناامید و نگران هستید. شما تنها نیستید. همه‌گیری کرونا سلامت روان بسیاری را در ایران و جهان زیر و رو کرده. مشکلات روانی حتی پیش از آغاز همه‌گیری کرونا معضلی عمده بود و جدا از هزینه‌های انسانی، سالانه بیش از 1,000 میلیارد دلار تنها هزینه اقتصادی به جهان تحمیل می‌کرده. حالا اما ضربه ویروس کرونا زخم آن را عمیق‌تر کرده. بحران در بازار کار جهان دارد به آتش نارضایتی و اضطراب دامن می‌زند. بیکاری گسترده و از دست رفتن درآمد افراد در پی بحران کووید 19 باعث از بین رفتن هرچه بیشتر همبستگی اجتماعی شده و کشورها را از لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بی‌ثبات کرده. این آمار سازمان ملل است با اتکا به داده‌های رسمی در 3 کشور، چین، ایران و آمریکا. در سال 2020 میلادی و همزمان با همه‌گیری کرونا 60% ایرانیان از مشکلات روانی شامل اضطراب، افسردگی و روانگسیختگی رنج بردند. نسبتی که در اقتصادهای بزرگ چون چین و آمریکا در مقایسه با ایران پایین تر است. گزارش سازمان ملل میگوید زنان، کودکان و نوجوانان به ویژه کم درآمدها در میان گروه‌های آسیب پذیر هستند. پژوهشی دیگر از سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد با سلامت روان آنها رابطه مستقیم دارد. یعنی همانطور که وضعیت مالی نامناسب و جایگاه اجتماعی پایین روان انسان‌ها را دچار مشکل می‌کند، مشکلات روانی هم باعث افت درآمد، بیکاری و فقر می‌شود. یک دور باطل برای آن دسته که نیازمند حداقل‌های زندگی هستند. در ایران تحقیقات دانشگاهی انگشت شماری درباره پیامدهای روانی همه‌گیری کرونا انجام گرفته، ولی آمار و گزارش‌های رسمی در این باره در دسترس نیست. این در حالی است که در ماه‌های اخیر اخبار خودکشی به ویژه به خاطر فشار اقتصادی بیش از گذشته منتشر می شود و مسئله سلامت روان در ایران بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته. خودکشی زینب، دختر بچه 11 ساله ایلامی، یا عمران روشنی مقدم، کارگر صنعت نفت، و محمد، کودک کار 14 ساله در ماهشهر خوزستان که کار خود را به خاطر کرونا از دست داده بود، تنها نوک کوه یخ صدمات روانی روزهای سخت گذران زندگی زیر بار کرونا و فشار اقتصادی است. به تازگی هم گفته شد که یک کارمند بانک در ایلام که تمام زندگیش را در بورس باخته بود، همسر و فرزندانش را کشته و بعد خودکشی کرده. هرچند بعداً روایت‌های مختلفی از انگیزه احتمالی او برای این اقدام ارائه شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، حدود 3/4 موارد اقدام به خودکشی در گروه سنی 15 تا 34 سال و 60% از موارد مربوط به زنان است. وزارت بهداشت مدتی است که آمار اقدام به خودکشی را بروز نکرده، اما آمار سازمان پزشکی قانونی میگوید که شمار قربانیان خودکشی در 8 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 4% افزایش داشته. خودکشی تنها یک نمونه از آثار روانی فشار اقتصادی بر مردم ایران و به ویژه جوانان است. پیامدهای بالا رفتن آمار خودکشی و مشکلات روانی یک شبه و بعد از حل بحران کرونا از بین نمی رود. همانطور که صدمات اقتصادی آن هم حالا معلوم شده که تا سالها باقی خواهد ماند. چنانچه در بریتانیا وقتی آمار خودکشی همزمان با بحران مالی سال 2008 و افزایش نرخ بیکاری رکورد 20 ساله را شکاند، سالها طول کشید تا میزان خودکشی به سالهای قبل از بحران مالی نزدیک شود. به همین دلیل سازمان ملل متحد میگوید که سرمایه گذاری در حوزه بهداشت روان افزون بر حفظ جان انسانها میتواند از هزینه های اقتصادی این نوع عمدتاً پنهان بیماری در جامعه بکاهد. شیدا هوشمندی، BBC.